آقای دایی، شما فکر می‌کنید الان آمریکا نقشه‌ای داره برای آینده ایران بعد از حکام حال حاضرش، یعنی با گروهی از اپوزیسیون در ایران در ارتباطه؟ من فکر میکنم که زیاد نباید فکر کنیم آمریکا رو همه چی حساب کتاب میکنه. حمله به عراق رو دیدیم چقدر بی حساب کتاب بود و الان چجوری داره میاد بیرون. اینطور نیست. آمریکا به طور کلی هدفش اینه که این تحریمایی که داره اعمال میکنه، یکی از جناهای حکومت، حالا احمدی نژاد نشد، هر کس دیگه، کوتاه بیان بتونن باش معامله کنن سر مسئله تروریسم و سلاح هسته‌ای، بقیه رو برای زیاد مهم نیست. این هدفشه. ولی درو باز گذاشته. خب بخشی از جنبش صدر رو هم بهشون یه نظر مساعدی داشتن، ولی نه، روشون حساب نمیکنن. متاسفانه مدیریت جنبش دو سال پیش خوب نبود، اینا فهمیدن که زیاد نمیتونن روش حساب بکنن. به نظر من آمریکا هیچ برنامه‌ای نداره، نه در مورد لیبی داشت، نه در مورد دیگر کشورها داشت، به خاطر اینکه لابی‌های مختلف جمع میکنن در آمریکا و برآیند اینا اصلا معلوم نیست چی هست. آمریکا برنامه مشخصی نداره برای آینده بعد از ایران متاسفانه، و بیشتر روی یکی از جناح‌های داخل که قدرت دارن، حالا احمدی نژاد یا بخشی وابسته به سپاه و اینا، بیشتر رو اون حساب میکنه. آقای وایدی، آقای آمریکا با شما در ارتباطه؟ با من؟ یعنی به عنوان یکی از عناصر اپوزیسیون. آخر من در جوابی که برای خانم کلینتون تهیه کردم در همون نوار ویدئویی گفتم که ایشون بگن، خیلی شفاف بگن با کیا در تماس بودن که میگن از ما کمک نخواستن. من معنیش این نیست که ما کمک خواستیم، ولی من همونجا صریح گفتم ایشون بگن با کیا تا حالا در تماس بودن. شما میدونید با کسی در ارتباط هستن آمریکا یا نه؟ ببینید، من گمان می‌کنم کسانی که به هر حال حالا بخشی از جنبش سبز، چون من همیشه گفتم جنبش اعتراضی مردم ایران خیلی فراتر از جنبش سبز، اما جنبش سبز به عنوان یکی از بخش‌های عمده و قابل توجه جنبش اعتراضی، قابل مورد توجه رسانه‌ها و دولت‌های غربی هم بوده، اما گمان می‌کنم در جنبش سبز هیچ کسی این علاقه رو نداشته که رسما وارد مذاکره با دولت آمریکا بشه، که البته من این رو خیلی چیز خوبی نمی‌دونم. اگر واقعا بشه احراز بشه، یک گروهی نمایندگی داشته باشن از جنبش سبز و با برنامه مشخص برن با دنیا مذاکره کنن، بلا مانع. اما من گمان می‌کنم از این جهت جنبش سبز هم علاقه‌ای به مذاکره نداشته و گمان نمی‌کنم مذاکره خاصی صورت گرفته باشه. اونم که خانم کلینتون گفتم، ما کسانی که در تماس بودیم، ای کاش خود ایشون بگن که سوال همه ماها برطرف بشه. پس شما مطمئنید که آمریکا با هیچ کدوم از این گروه‌های اپوزیسیون در ارتباط نیست و هیچ برنامه‌ای همونجوری که آقای دایی گفتن برای آینده ایران نداره؟ من گمان نمی‌کنم که بشه قطعیت من بگم با هیچ کس در تماس نیست. اینکه علم غیبی خورده می‌خواد که من ازش برخوردار نیستم. اما با آقای دایی موافقم که از یک جهاتی سیاست‌های خارجی آمریکا تابعی از سیاست‌های داخلیشه و تغییراتی در این دو سه سال در داخل خود آمریکا اتفاق افتاده که ممکنه خیلی از برنامه‌هاشون حتی به هم زده باشه. بس. اما اینکه ما گمان کنیم دولت‌های بزرگ غربی یا کلا دولت‌های بزرگ در دنیا برای آینده برنامه ندارن، به نظرم درست است. حتما برنامه دارن، اما اینکه این برنامه‌شون رو درست پیش بردن یا نه مسئله است. از لحاظ تاریخی آقای دایی، آقای واحدی، ما ایرانی‌ها هر وقت از حاکمان خودمون به سطوح اومدیم، از حمله نظامی دیگران حمایت که نه، ولی مخالفت هم نکردیم، مثلا در دوران مغول‌ها و عرب‌ها و اینها. آیا همین حس در مورد غرب الان وجود داره؟ مردم به سطوح اومدن، میگن آقا دیگه نمیتونیم کاری بکنیم، بیان بزنن اینا رو بردارن ببرن. آیا فکر میکنید همچین حس غالبه در ایران واقعا الان؟ من اولا در مورد تاریخی بودن همین قصه خود رو تردید دارم که مثلا مردم ایران حتی سکوت کرده باشن. ممکنه بعضی وقتا ناتوان بودن به دلیل ضعفی که حاکمیتشون داشته، چون نهایتا حاکمیت باید مردم رو تجهیز کنه برای مقابله با حملات خارجی، این ضعف ممکنه وجود داشته که نتونستن دفاع کنن، اما اینکه ته دلشون راضی باشن اینا بحث دیگه است. امروز هم به نظر من نه، اینطور نیست. اما یک نکته امروز وجود داره، رفتار این حاکمیت بسیار از مردم رو بی‌تفاوت کرده. یعنی احساس نمی‌کنن، اصلا تردید دارن در اینکه واقعا جنگی می‌خواد بشه یا نه، یا حکومت داره یه پروپاگاندایی می‌کنه برای اینکه اهداف خودش رو پیش ببره. اصلا پشت پرده ایران با اسرائیل زد و بندی داره، می‌خوان بعدش بیان مثلا مردم رو سرکوب کنن. یعنی این نکته وجود داره و خطری که امروز وجود داره اینه که مردم اصلا باور ندارن که آیا اصلا جنگی وجود داره یا نه، تهدید وجود داره یا نه. اتفاقا تهدید وقتی وجود داره که داخل حاکمیت ضعیف شه، امروز در نهایت حاکمیت ضعف این حاکمیت، یعنی حاکمیتی که در رأسش انقدر با هم جنگ دارن، رئیس قوه قضاییه به رئیس دولت فوش میده، رئیس مجلس میگه رئیس دولت لات سیاسی، رئیس دولت میگه مجلس نامرده، طبیعتا دنیا احساس ضعف میکنه، اما مردم احساس میکنن زد و بند وجود داره. به همین جهت خیلی تهدید رو جدی نمیگیرن. اگر تهدید رو جدی بگیرن با همه مسائلی که وجود داره، به نظر من خود مردم یک تدبیر خواهند داشت، نه اینکه به این حکومتی که وابسته است دل ببندن. جناب آقای نظر دایی، نظر شما چیزهای دایی در مورد این مسئله، آیا مردم فکر میکنید که انقدر به سطوح اومدن که الان دیگه حاضرن که حمله بشه به ایران؟ والا ممکنه این برداشت بسیار نادرست باشه که فکر کنم با حمله نظامی میشه از توش چیزی در آورد. متاسفانه ممکنه هست، من فکر کنم یه گرایشاتی هست.
اما اینکه مردم یه بی‌اعتمادی خیلی زیادی نسبت به غرب دارن، اینکه در جریان جنبش حمایت نشده ازشون، تو این 30 سال همیشه در کنار حکومت بودن. مهمترین مسئله که بازم پاسخ به اینه که غرب باید چه بکنه، جامعه بین‌المللی چه باید بکنه، یکیش اینه. ببینید شما وقتی که رفتی طرفی که بگی همون حرف که در مورد بشار اسد میزنن، در مورد حسنی مبارک میزنن که باید بره دیگه، ما نمیخوامش، مردم اینو حس بکنن پشتشون گرم میشه. مطمئن باشید اثر خواهد گذاشت در مبارزات مردم. احتیاج به حمله نظامی رو نیست، اول این گام رو بردارن، اما معاملات شیرین با این حکومت صرف نظر بکنن. این کاری که بکنن مردم اعتمادشون جلب میشه به جامعه بین المللی، مردم اعتماد ندارن. برای همین اینم که میرید به حالت افراطی میرن، گاهی اوقات یه عده میگن جنگ رو اینا خدا از آسمون برسه، برای اینکه راههای معمولی بسته شده دیگه، سر به آسمون میبرن، میگن خدا هر جوری میشه بیاد ما رو از دست شمرم، اگه میخواد بیاد با شمشیر بیاد ما رو از دست اینا نجات بده دیگه. مردم به استیصال رسیدن دیگه، ببینید همه کار کردن 30 سال دارن بها میدن، به هیچ جا متاسفانه احساس میکنن نرسیدن. بنابراین جامعه بین‌المللی و مردم ایران بازم میگم اشتراک منافع دارن، همونطور که جامعه بین‌المللی الان احساس استیصال میکنه در مقابل این حکومت، مردم ما هم همین حالت رو دارن. به همدیگه باید کمک بکنن، بدون چشم داشته هیچ گونه راه حل نظامی بیان حمایت بکنن مردم ما. من مطمئنم از توش چیزی در میاد. آقای مشتاق وادی، به نظر شما از توی این قضیه چیزی در میاد؟ من قبلا هم گفتم، ببینید دولت آمریکا و دولت‌های غربی متأسفانه در اوج جنبش سبز تقویت روحی کردن دولت ایران. دولت ایران که به شدت مرعوب و منزوی شده بود، آقای اوباما اومدن گفتن ما می‌خوایم مذاکره کنیم با این دولت، یعنی در اوج جنبش سبز. اگر دست از این کارها بردارن، اتفاقا مردم ایران، من از نمی‌خوام بگم مردم ایران اتکا دارن، ولی به هر حال وقتی احساس می‌کنن که دولت تحت فشار یک جور برداشت می‌کنن، وقتی احساس کنن که دولت ممکنه طرف مذاکره قرار بگیره و تقویت روحی بشه، یه جوری برخورد می‌کنن. حتما اینطور خواهد شد، یعنی مردم ایران انقدر توانایی دارن که از خودشون دفاع کنن، به شرط اینکه دولتی که به انواع سلاح و انواع پول مجهزه از حمایت رسمی خارجی هم برخوردار نباشه. آقای محترم، شما همتون دم از دموکراسی می‌زنید و مخالف رژیم جمهوری اسلامی هستید، ولی نمی‌تونید که با هم برای آزادی ایران کنار بیایید. یعنی من مشخصا شما رو نمیگم آقای وایدی یا آقای دایی، کلا اپوزیسیون کنار هم دیگه جمع نمیتونه بشه و هر کسی یه حرفی میزنه. شما یه کنگره ملی میخواستین راه بندازین، من نمیدونم چی شد از اون داستان. این خط قرمزا رو کی میشه برداشت؟ بدون این خط قرمزا، بدون اتحاد اپوزیسیون، واقعا آیا امکان این حرفه که شما میزنین وجود داره آقای دایی؟ اصلا عرض کنم که ببینید، من فکر کنم این تجربه همین 2 سال حالا 30 سال گذشته رو ببینید، من همون موقع هم تو تمام این رسانه ها گفتم الان فرصت اینه که کسانی که در رهبری جنبش سبز هستن بیان یه گشایشی بکنن به سوی بقیه نیروها، بهترین زمان بود. متاسفانه نکردن، اومدن یه شورای درست کردن که حتی دوستان سبز خودشون هم دیگه راه نمیدادن، یعنی بستن خودشون رو، به جای که باز بکنن خودشون رو بستن. بنابراین این تجربه بدی بود. راه حلش هم همینه که همه گرایشات واقعا همون رنگین کمانو ببینن. ببینید الان موازی آقای واحدی درست بوده تو این چند وقته، دوستان سبز خود ایشون ببینید دارن با ایشون چیکار میکنن، وقت توقع دارید که اینها بیان به طرف اتحاد برن. آقای واحدی رو نمیتونن تحمل بکنن. متاسفانه دلیلش هم میدونید چیه؟ دلیلش اینه که بخش عمده از اینا هنوز چشم دارن که از داخل حکومت یه چیزی در بیاد، بنابراین نمیخوان به این طرفیان. آقای واحدی این امیدو نداره، اومده میگه آقا همه بشینیم دور هم، همه گروهای اپوزیسیون بشینیم دور هم. اونا نمیتونن بپذیرن. راه حلش اینه، همونطور که آمریکا باید دندان طمع کنار آمدن با این حکومت رو بکنه بندازه دور، اونا هم که تو نیروهای مخالف هنوز میگن از این امامزاده به نام حکومت شفا میتونن بگیرن، اینو فراموش کنن، بیان رو به طرف مردم، بیان با گرایشات مختلف باز بکنن خودشون. از گشایش ما نتیجه میگیریم، نه از بستن خودمون. آقای باید تجربه شما چی بود؟ من یه توضیح بدم. ببینید به هر حال اون رنگین کمانی که آقای دایی میگن اتفاقا همینه که بعضی هم معتقدن از داخل میشه اصلاح کرد اگر قرار واقع گرا باشیم، اینه که بخشی، حالا نمیگیم بگیم همه اینا ساندیس خورن، همشون دست در جنایت ها داشتن، اتفاقا این نیست. به نظر من هستن کسانی که به دلیل همین هزینه هایی که از جنگ ممکنه ایجاد شه، هزینه هایی که از کشتار میشه، من اعتقاد ندارم، من اعتقاد دارم از مرحله اصلاح گذشته، ولی اگه قرار رنگین کمان درست کنه باید بپذیریم اونها رو. من خیلی هم نگران دوستان جنبش سبز که به من حمله کردن نیستم، اتفاقا اگر در این حد ماها تحمل نداشته باشیم که نمیشه، من اون حملات رو چشم میذارم، به خاطری که داریم همه هم میگیم رنگین کمان ایجاد بشه. به نظر من اگر یه روزی به نتیجه رسیدیم که از برانداز
تا کسی که معتقد به اصلاحه، ولی از رفتار فعلی حاکمیت ناراحت هستن، کنار هم بشن یک بیک راه حل مشترک برسن. شاید همه به براندازی رسیدن، شاید همه به اصلاح رسیدن. چرا پیش داوری میکنیم ما؟ چرا میگیم الا ولا بد تمام کسانی که میگن اصلاح ممکنه بشه دست در جنایت داشتن؟ من اینو قبول ندارم. نه. من اعتقاد دارم هیچ کس الان نمیتونه با قاطعیت بگه چند درصد مردم ایران هنوز به اصلاح اعتقاد دارن، چند درصد به براندازی. این رو واقعا هیچ ارزیابی علمی وجود نداره و حتی هیچ ارزیابی نیمبند علمی هم وجود نداره. به نظرم اگر ما این تعامل رو داشته باشیم، چرا نداریم؟ چه من سوال من اینه، حرفای شما خیلی قشنگه، یعنی هم آقای دایی و هم شما راجع به رنگین کمان صحبت میکنید، در حالی که ما نداریم این رنگین کمان رو و هیچ امیدی هم برای به وجود آمدنش نیستش. من دارم میگم رنگین کمان به شرطی درست میشه که پیش فرض نذارم بگیم این گروه نباید باشن. ببینید وقتی ما این پیش فرض میذاریم، من خودم گفتم، حالا ممکنه من میگم تو خودت استثناء کردی، من گفتم گروه هایی که رفتارشون شبیه همین رفتار جمهوری اسلامی به درد نمیخورن، یعنی گروهی که میگه من برای حذف مخالفم حق دارم بکشمش، با جمهوری اسلامی فرق نداره، یا دولتی که برای حذف مخالفش حاضر هر کاری بکنه، دولت خارجی غیر از اون، من گفتم با هر گروهی باید نشست صحبت کرد و بذاریم به عهده مردم. اما اینکه ما فرض کنیم از حالا بگیم، من بازم تکرار میکنم، بگیم هر کس گفت جمهوری اسلامی خوبه ساندیس خوره، من یه بار دیگه مثال زدم، گفتم بسیار از کسانی که میان تو خیابون ها حمایت میکنن حتی یه دونه پاکت ساندیس هم گیرشون نمیاد، اما برنامه‌ریزان این راهپیمایی به 100 تا کارخونه ساندیس هم قانع نیستن. اگر ما بپذیریم به شرط رنگین کمان، اولین پیش فرض رو درست کنیم، به شرط رنگین کمان حاصل میشه که ما ذهنیاتمون رو پاک کنیم، نگیم هر کس 32 سال پیش رفت تو جنگ شرکت کرد جانی بود، نه خیر، خیلی رفتن از وطنشون دفاع کردن، خیلی از فرماندهان رفتن از وطنشون دفاع کردن. اگر این رو قبول کردیم اون وقت میشه گفت حالا هر کس دستش به خون ملت آلوده است باید بذاریم کنار، غیر از اون همه رو میتونیم بپذیریم. شما یعنی با سلطنت طلبان مشکل ندارید؟ اگر ببین من شخصا چه مشکل دارم، مردم باید تشخیص بدن که آیا این گروه، نه خیر، من با هیچ گروهی، برای اینکه اگر واقعا مردم ایران، حتما دارم اگه مردم ایران که خیلی بعید میدونم اومدن سلطنت انتخاب کردن، من چیکارام میگم؟ نه. خب ما فهمیدیم که چاره برای اینکه جلوگیری بشه از جنگ و حمله به ایران این رنگین کمانی که شما صحبتش میکردین، ولی من الان میخوام که شما آقایان محترم برای ملت توضیح بدید که اگر جنگ بشه چه اتفاقی میفته. شما میتونید پیش بینی بکنید که اگر این جنگ اتفاق بیفته آیدایی، ما با چه ژئوپلیتیکی در ایران مواجه خواهیم شد؟ من فکر کنم من زیاد متوجه وقایع بعد از جنگ نخواهم شد، به خاطر اینکه آرزو میکنم همچه اتفاق نیفته، تلاش هم میکنم نشه. اما یک نکته رو اضافه بکنم به مطالبی که آقای واحدی گفتن. ببینید قرار نیستش که دور هم جمع بشن آدم ها و گروه ها و گرایشات مختلف با هم چای و قهوه بخورن. که مسئله اینه که وقتی که ما به این علت این که اتحادها شکل نمیگیره، اینه که اتفاقا چارچوبا شاید مشخصی است، موضوع فرد آدم نیست، همه بیان تو، ولی بالاخره ما اگه به این نتیجه رسیدیم بعد 30 سال که این حکومت اصلاح نمیشه دیگه، ما حالا اصلاح طلب هم آوردیم، فرداش میگیم خب آقا چیکار کنیم؟ اصلاح طلب میگیم به طرف انتخابات و اصلاح، یکی دیگه میگه آقا بریم به طرف براندازی، خب تموم میشه میره، چای رو خوردیم، قهوه رو خوردیم، خدا حافظ. هر اتحادی روی چارچوبی شکل میگیره. شما کجا میخوای بری؟ من میخوام برم قله توچال، بالاخره من میخوام برم قله توچال، یا آدم ورزشکار انتخاب میکنم، میگه شیره ای که انتخاب نمیکنم که. جمهوری اسلامی میخواد در منطقه مسلط بشه، بکنه بنیادگرا، میره سراغ حزب الله دیگه، سراغ آدمای سکولار که نمیره. آدم متحد خودش رو موقعی انتخاب میکنه که بدونه به کجا میخواد بره، نه اینکه اول همه رو جمع بکنه بگیم حالا چه جوری بریم جلو. بله ما نمیشه، وقتمون کمه آیه واید، آیه دایی وقتمون کمه، لطفا خیلی سریع. من میخوام مردم بفهمن که اگر بدانند که اگر من میخوام مردم بدانند که اگر جنگ بشه چه اتفاقی میفته. متاسفانه امیدوارم نشه، یعنی به اونجا نباید بکشه. البته من میگم این رجزای این حکومت رو ول کنید، این حکومت سریع عقب خواهد نشست. جنگ به اون صورتی که ما تصور داریم در عراق کردن یا در لیبی، در ایران لااقل در چشمنداز نیست، خیلی مونده به این که به اونجاها برسیم. تنها چیزی که متاسفانه امکانش هست اینه که حمله هوایی به مراکز اتمی جمهوری اسلامی، اونم خیلی ها معتقدن که بیفایده است، یعنی تو غرب نظر اکثریت اینه که بیفایده است، تازه حمله هم بکنن همه هم عواقبش هم به جان بخرن، اتوش هیچی در نمیاد، جمهوری اسلامی خیلی ها رو پنهان کرده. بنابراین من فکر نمیکنم زیاد راجع به این بعد بحث کرد. خب آقای واحدی نظر شما رو میپرسیم به عنوان حرف آخر، دیگه وقت نداریم. اینکه هم شما و هم آقای دایی احتمال جنگ رو تقریبا صفر میدونید، ولی اگر
که این اتفاق افتاد، یعنی سیاست که پدر مادر نداره، یه دفعه دیدی یک حمله کردن به ایران و یه اتفاقی افتاد، چه اتفاقی برای مردم ایران خواهد افتاد در این صورت؟ چه جوری پیش بینی میکنید ایران؟ من هم آرزو میکنم اتفاق نیفته و انشالله اتفاق نخواهد افتاد، اما دو تا حادثه به نظر من اگر خدای نکرده جنگ بشه اتفاق خواهد افتاد. در مرحله اول حکومت هست همین سوء استفاده خواهد کرد برای سرکوب شدیدتر، در مرحله دوم با دادن امتیازات فراوان و باج‌های کلان حکومت خودش رو حفظ خواهد کرد. متأسفانه دنیا هم به باجگیری عادت کرده، تمام کشورها یه سریشون شیک‌ترن، قشنگ‌تر باج می‌گیرن، یه سریشون مثل روسیه و چین علنی و خیلی اوریان باج می‌گیرن. به نظر من این دو اتفاق خواهد افتاد، همونطوری که امروز در حالی که جنگ نیست منافع ملی ایران روز به روز بیشتر داره از دست میره. همین دیروز خبرگزاری دولتی نوشتن عربستان 10 برابر ایران از حوزه مشترک نفتی داره برداشت می‌کنه به خاطر بی‌کفایتی حکومت. من معتقدم اونها رو دیگه علنی خواهد کرد حکومت، باج کلان خواهد داد، خودش حفظ کنه. یعنی مرحله اول عرض کردم سرکوب شدید، در مرحله همون کوتاه جنگ اگه خدا نکرده اتفاق افتاد تعداد زیادی از جوانهای کشور از بین خواهند رفت، منافع کشور و منابع کشور از بین خواهد رفت. در مرحله بعد حکومت برای حفظ خودش باج‌های کلانی خواهد داد و این هزینه‌اش به عهده نسل‌های فعلی و آینده خواهد. خب مرسی از شما آقایان محترم که تشریف آوردین تو برنامه امشب پارسی. تشکر میکنم از هر دوی شما، به امید اینکه آفتاب بشه، بارون بیاد، رنگین کمان بشه، همه چی درست بشه.